दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं, एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं, तू आ जा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल वे सजना, आ जा मेरे को ते कुछ बोल ते पुआ गोल वे सजना, दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है। اون خیلی بلا سرش اومد به خاطر کارایی که هیچ وقت نکرده. یعنی چی؟ گناهی نکرده بود؟ خودت میدونی که به کی تهمت زدی؟ من هیچ وقت بهش تهمت نزدم، اون خودش همینطوری بود. شورشو در آوردی، بس کن طاهره، بس کن، شورشو در آوردی. راست میگم، آدمی که حتی نمیخواستم ریختش رو ببینم، دخترش پسرم رو گول زد و باش ازدواج کرده. هیچ کسی هم نفهمید. وظیفه پدر پسر قبل ازدواج تحقیق کنه، ولی نه خیر، پدر پسر میگفت عاشق همان. حالا این ازدواج چه اتفاقی بوده؟ چه از عمد پیش اومده؟ فائزه تو این خونه میمونه، یه زندگی دیگه نابود نمیشه. این زندگی همون موقعی نابود شد که اون دختر پاشو تو این خونه گذاشت. حالا هم فهمیدم که برای چی تو زندگی نازی و الینا اون اتفاقا افتاد. این دختر اومده که همه ما رو از بین ببره، میفهمین؟ اومده ازمون انتقام بگیره. انتقام نه، اومده حقشو بگیره. حقشو میخواست، خودم مینداختم جلوش. ولی این دختر اومده بود فریبمون بده. آدم مکارم سزاش اینه که دوباره پاشو اینجا نذاره، نمیذارم بیاد. فائزه عزیزم، پاشو، صبح شدی. صبح نشده ما، هنوزم شب. سیاهه، تاریکه، شب ترسناک. این حرفا چیه میزنی؟ من خیلی قوی بارت آوردم دخترم، چطوری اینقدر ضعیف شدی؟ از همین حالا کم آوردی؟ قوی نه، من دروغو بار آوردی. آدم دروغو هم بالاخره یه جا کم میاره. بالاخره یه جا سزای دروغ گفتنشو میبینه. نتیجه راستگویی رو ندیدی؟ آخر راستگویی مثل دروغ گفتن نیست. من هم مطمئن بودم که این بلا سرم میام. پس تقصیر اطمینان داشتنته، چون همیشه همون چیزی سر آدم میاد که همش بهش اطمینان داره. شما هیچ تقصیری نداشتین؟ داشتم. تنها تقصیر من این بود که به تو، به زندگی تو، به
آینده ی تو فکر کردم. شما اگه به من فکر میکرده هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. اصلا به من فکر نکردی، فقط انتقام گرفتی. انتقام خودتون. انتقام خودم؟ فقط انتقام خودم. فایزه، تو خودت داری مادر میشی. خدا نکنه اون روزی رو ببینی که به خاطر اشتباه یه نفر دیگه بچت محرومیت بکشه و کمبود داشته باشه. بعد اون وقت من ازت میپرسم که میخوای چی کار کنی، که چی کار میکنی، انتقام میگیری یا میبخشی. من هیچ وقت نتونستم ببخشمشون فائزه، هنوزم نمیتونم. عالم، برای چی داری میری؟ برای چی داری میری؟ چیه؟ تو چت شده؟ چیزیم نشده. نمیخوامم چیزیم بشه. برای همین دارم میپرسم که برای چی داری میری؟ میشه بدونم چیه؟ چی تو سرت میگذره؟ تو چشمات دارم دلسوزی برای اون آدمی رو میبینم که زندگی خواهر منو به بدبختی کشید. طاهره، بعد این همه سال شنیدم که برادرم زنده است. نمیتونم یه ذره خوشحال باشم؟ مگه نمیدونی به خاطر برادر چه اتفاقی افتاد؟ خواهر من به خاطر اون بود که جون داد و مرد. آدم دیگه ای نمیتونه مسئول مرگ و زندگی بقیه باشه. ولی میتونه مسئول شرایط کسی باشه، مسئول غم و شادی کسی باشه. عالم، من ناراحتی تو میفهمم طاهره، ولی همونقدر که تو خواهرتو دوست داری منم همونقدر برادرمو دوست دارم. عالم، برادرت زنده است. اوزام اگه درست میشه؟ همه چی درست میشه. تازش هم توی هر خونه یه مشکلاتی هست دیگه. ولی این همه مشکل، اونم مشکلاتی در این هست. ریشه یه همه این مشکلات تو خونه یه خودته. میدونم، ولی اون نمیخواد از این خونه بره. چی کار کنم؟ بعدشم اگه روابط محکم باشن یه آدم غریبه نمیتونه کاری کنه، ولی اگه روابط ضعیف باشن خودشون خود به خود از بین میرن. من میدونم سارا چی کار کرده، ولی یه ذرهش که تقصیر فائزه هم هست. هرچی که هست اون زن تابشه، الانم که بارداره. تابش باید این موضوع رو بفهمه. خب تو با تابش حرف بزن. مادرت دیدی دیروز چقدر عصبانی بود؟ آره، ولی تو هم با بابات حرف بزن و بگو این شکایت و شکایت کشی و تمومش کنه. بابا میتونه هر چیزی رو از دست بده، ولی این خونه رو نه. منم نمیذارم از دست بده. اصلا چرا از دست بده؟ تو یه کاری کن، با من بیا. بیام؟ الان؟ کجا؟ من این قضیه رو همین امروز تمومش میکنم. کارم که تموم شد برات میگردونم اینجا. با من بیا. بیا دیگه. یکم یه چیزی بخور. چیزی نمیخوام مامان. تا کی میخوای ماتم بگیری؟ لطفاً نمیخوام در این مورد هیچ حرفی بزنم مامان، لطفاً. چی کار کنم؟ همینطوری غمگین و پریشون ببینمت؟ من خودم مسئول این وضعیتم.
لازم نکرده اصلا خودتو مقصر بدونی. اونا بودن که فریبت دادن. از عشق و معصومیت تو سوء استفاده کردن. من براش چه کارو که نکردم؟ چقدر بهش محبت کردم؟ آدم ها لیاقت محبتو ندارن. باورم نمیشه. من عقلم کجا رفته بود؟ من انقدر دنیا دیدم. بعد اونها اینطوری با هم بازی کردن. قضیه کوچیکی که نبود. عروسی پسرم بود. عروسی تک پسرم بود. خودم هم توی این قضیه مقصرم. نه نه مامان، شما هیچ تقصیری ندارین. من دارم. خودم برای زن زندگیم تصمیم گرفتم. برای همین باید تقاضاشو پس بدم. نمیخواد اصلا نگران بشی. مادر این دخترم چند سال قبل سعی کرد این خونه رو به گند بکشه ولی نتونست. دخترشم نمیتونه. این مادر و دختر با هم دیگه هم باشن نمیتونن این خونه رو نابود کنن. هیچ وقت. حالا یه چیزی بخور. حالت بهتر میشه. فکر میکنه همه چی تقصیر منه. نه از اتاقش بیرون میاد، نه با کسی حرف میزنه. خوب میشه. خوب نمیشه. نه خوب میشه، نه به حرف کسی گوش میکنه. نمیتونیم که بهش بگیم عاشق نباش. ولی مامان، قضیه ما خیلی فرق داشت. ما دوتامون مثل هم فکر میکردیم. بین اون دوتا سوء تفاهم ایجاد شده. یه سری سوء تفاهمه که داره دور میشه. دیشب شعلم اومد تو اتاقم. من تو صورتش پشیمونی دیدم. شرمندگی رو دیدم. خیلی شرمند است پسرم. اون میخواد که تو رو ببینه. مادر، ولی اون فقط موقتاً احساساتی شده. آخرش همون کاریو میکنه که زنش میخواد. تو که میدونی مانی، من تو رو بیشتر از اون دوست داشتم. بعد از رفتن تو اتاق زندانی شده بودم. می اومدن با هم حرف بزنن ولی من جیغ می زدم. اونو می زدمش. فائزه که اومد، من بهتر شدم. اون خیلی خوشحال بود. می خواست با هم حرف بزنه. ولی دیروز که اومد تو اتاقم، عین تو به هم ریخته بود پسرم. مسئله تا خونه هم کشیده شده. تا خونه؟ آره، الینا، دختر کوچولوی شاه عالم. داوود پدر شوهرشه. معلوم نیست الکی چه شکایتی کرده، چی کار کرده که میخواد اون ویلا رو فروخته بشه. تمام این نقشه آماده اینه که داودم اونجا زندگی کنه. به من بگو این داوود الان کجا میشینه؟ دیگه چیا میدونی؟ هیچی، فقط همینایی که گفتم. چرا قبلا به هم نگفتی؟ مگه دیگه میشه به شما اعتماد کرد؟ این چه طرز حرف زدن با منه؟ من نمیفهمم دارم چی کار میکنم.
اصلا چرا این کارو میکنم؟ این حرفا رو تمومش کن و به حرفم گوش بده. تابش تو این شرایط بهت نیاز داره. بازم داری ازم سوء استفاده میکنی ها؟ سارا معلوم نیست این فکر از کجا به سرت زده. ما هممون میخواستیم که اون از اینجا بره و الانم رفته. من فقط تابشو میخواستم. میخواستی؟ همون کاریو بکن که میگم. من تابشو راضی میکنم که تو رو عقد کنه. پاشو بس دخترم، دیگه گریه نکن. بذار این گریه کنم مادر بزرگ. الان دیگه فقط همین تو زندگی مونده. این چه حرفیه میزنی؟ اون نمیتونه بدون تو زندگی کنه. حالا ببین چطور میاد میفته به دست و پات. ولی مادر بزرگ، من میشناسمش. اون حتی دیگه نمیخواد هیچ وقت قیافمو ببینه. بس دخترم، دیگه گریه نکن. مادر بزرگ قسم میخورم، من تو اون خونه به نیت انتقام رفته بودم. انتقام ظلمایی که به بابام شده بود. ولی بعد عشق تابش منو عوض کرده بود. کاملا عوض کرد. میدونم دخترم، همه رو میدونم. حالا برید و باهاش صحبت کنید. من بهش اجازه میدم با هر کی که میخواد ازدواج کنه، ولی نباید منو طلاق بده مادر بزرگ. من همه عمرمو تو همین خونه به اسم اون میزنم. ولی اون بلم نکنه لطفاً مادر بزرگ. وای این اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ کاریو که همه زندگیم نتونستم انجام بدم الان مجبورم نکن انجامش بدم. اون ویلا برای منه، برای برادرمه. چرا وایسادی و داری نگاه میکنی؟ برو به پلیس زنگ بزن. من بیشتر زندگیمو بدون خانوادم و اون ویلا گذروندم. هنوزم نمیخوام تو اون خونه برم، ولی اینو خوب بفهم. هر کی بهش نگاه چپ کنه به خدا قسم جونشو میگیرم. الانم ساکت باشو، کاغذ رو امضا کن. تو امضاشون کن لطفاً. تو رو خدا امضاشون کن. تو رو خدا امضا کن. بذار امضا کنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
اینو بگیر، این هدیه از طرف منه برای ازدواجت عزیزم. عمو، بریم خونه؟ نه. چرا؟ بابا ببینتون همه چیو فراموش میکنه. درسته که از اون خونه تنها اومدم بیرون، ولی این قسم رو هم خوردم که اگه یه وقت یه روزی برگشتم توی اون خونه، با زن خودم برگردم. خب بیاریدشون، همینطوری هم که خیلی خونمون میومدن، همه چی درست میشه. همه چی نمیتونه درست بشه. منم با فائزه صحبت میکنم. اون نمیخواد با همون حرف بزنه. بذارید من یه بار باهاش حرف بزنم، بعدش هر تصمیمی که گرفت قبول میکنیم. به من نگاه کن، این الان مادرته، ایشونم الان شوهرته. بهشون احترام بذار، به این زندگی احترام بذار، خوشبخت میشی. من رفتم. من میدونم اتفاقایی که برات پیش اومدن خیلی اشتباه بودن. فائز فریبمون داد، اینم درسته، ولی تا بهش فایده ای نداره. فایده که واقعا هیچ کس نبرد، فقط و فقط ضرر بوده. با احساسات من، با عشق من فقط ضرر دیدم بابا، فقط ضرر. باشه، تو یه ضرر بگو که اون به یکی از ما یا به این خونه زده باشه. تو فقط یکیشو بگو، یه دونه. اون به من ضرر زده، به اعتماد من ضرر زده، به اطمینان من ضرر زده. دیگه همه ی عمرم به هیچ کس اعتماد نمی کنم. هرچی باشه تابش، دختر برادرمه. همون برادر که من ازش متنفر بودم، این که نمیخواستم هیچ وقت تو زندگیم ریختش رو ببینم، اون دختر همونه. تو چجور عاشقی هستی؟ ها؟ عشق به این چیزا و حرفا که کاری نداره. تو و فائزه به شاه سلیمان و کارای اون چه ربطی دارین؟ ها؟ عشق عشقه، در هر صورت عشقه، مگه این که عاشق نباشی؟ اگه تو فائزه رو دوست داری، این که کیه و چه کاری میکنه نباید برات فرقی کنه. آره، اگه عاشقش نیستی پس باید همه چی برات مهم باشه. خدا رو شکر بالاخره یه چیزی خوردی. الانم استراحت کن، بعدم پسرم. هر تصمیمی بگیری با عقل و درایتت، من مطمئنم برات بهترین ها اتفاق میفتن. من با سارا ازدواج میکنم. واقعا؟ نمیشه عاشق یه فریب کار، ازش میشه فقط تنفر داشت. این که فائزه رو دوست دارم یا نه رو نمیدونم، ولی آره قطعا ازش متنفرم. همون کاری میکنم که شما ازم خواستین، حاضرم با سارا ازدواج کنم.
بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگلتر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. فائزه، اینا یعنی چی؟ تو هدف چی بود؟ من میخواستم همه تون رو نابود کنم، این زندگی رو. میخواستم انتقام بگیرم برای تمام اون مشکلاتی که من و پدر و مادرم تو این زندگی چشیدیم. گرفتی؟ بعدش چی شد؟ چجوری میشه از تابش انتقام گرفت؟ چجوری میشه از همچین آدم مهربونی انتقام گرفت؟ فرصت های زیادی داشتم، خیلی کارو ازم برمی اومد، ولی نتونستم. الانم که همه چی معلوم شده، بذار اینو بهت بگم. من میدونستم پدر شوهرت یه آدم طمع‌کاره. آره، قبل از ازدواجت همه اینا رو میدونستم، ولی به خاطر پدر تو من و شهریار الان با همیم. تو میخواستی خونمونو نابود کنی، ولی به خاطر اون الان خونمونو داریم. اون خونمونو نجات داد. فائزه بیا خونه. امکان نداره الینا، این امکان نداره. چرا امکان داره؟ حرفمو درک کن، همه چی درست میشه. نمیتونم بیام چون نمیتونم با تابش رو در رو بشم. تابش بیشتر از همه از دروغ متنفر بود، الانم من شدم بزرگترین دروغ زندگیش. من نمیام. من که گفته بودم قبول میکنه. کی قبول میکنه مامان؟ تابش. تابش قبول کرده با سارا ازدواج کنه. برای چی اینطوری نگاه میکنی؟ اون خودش بهم گفت که میخواد باهات ازدواج کنه. ولی مامان فائزه بارداره. خب باشه، ما خرجیشو میدیم که بچه رو پیش خودش نگه داره. بهش اجازه نمیدیم که بیاد اینجا. تو فقط دیگه برو آماده شو، قراره همینجا بمونی. منم برای مراسمتون آماده میشم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا، ما سعی کردیم یکم از مشکلات شما کم کنیم. آقا داوود ازتون عذرخواهی کرده. داوود؟
اونو عذر خواهی؟ ما رفتیم باهاش حرف زدیم بابا. اولش قبول نمی کرد. ولی من تهدیدش کردم که از اون خونه میرم بعد. همچین چیزی غیر ممکنه. من داوودو خیلی خوب میشناسمش. هیچ وقت عذرخواهی نمی کنه. همچین چیزی امکان نداره. این امضا رو تو زدی؟ نه بابا، آقا داوود امضا کرده. تو که قبلا هم از خونتون رفته بودی، ولی داوود اصلا بهت محل نذاشت. حالا چطور قبول کرده؟ ها؟ بابا جلوی خودم اینو امضا کرد. راستشو بگو، چه خبره؟ بگو. خب من اجازه ندارم چیزی بگم، ولی عمو اومده بود اونجا. شاید مادر بزرگ همه چیو بهش گفته. عمو هم اومد و با آقا داوود صحبت کرد. صحبت کرد یا بهش درس داد؟ آقا داوود چیزی نمیتونست بهش بگه. بگین بیاد خونه بابا. این سکوت یعنی چی؟ از خودشم که پرسیدم، اونم سکوت کرد. شما دلتون نمیخواد ببینیدش؟ فقط یه بار ببینیدشون بابا. همه چی کاملا درست میشه. غم این زمانه تمومی نداره دخترم الینا. برادرت حرف مادرتو قبول کرده. اون میخواد با سارا ازدواج کنه. چی؟ زندگی منم یه جورایی به شاه سلیمان مربوط میشه. با شاه سلیمان؟ یعنی چی؟ یعنی که من میتونستم دختر شاه سلیمان باشم تا بش، اما اون به خاطر کمل مامان منو ترک کرد. چه مزخرفیه داری میگی؟ من دختر اون زن بدبختم تا بش، که همه عمرم توی رنج و ناراحتی دیدمش، توی گریه دیدمش، توی غم دیدمش. من باهات فامیلم تابش. من دختر خاله تو هم، دختر عزما. تو این کارا رو برای چی کردی؟ من نکردم. یه نفر به هم میگفت و منم انجام میدادم. کی میگفت؟ کسی که بزرگم کرد. درست اسمشو بگو. مادر خودت. دل توت جاوه گم درد نه، تو ہو جا کسی ہو ਸਾਡਾ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਜਾਣੀਆ ਇਹ ਹੱਥ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ।
تو آجا میرے کو او کچھ بول سپو آگولو زجنا. دی دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.